محمود پیکنیکی یادت نره. بله خب آوردم. آوردی؟ پس اینا کجا موندن؟ زور شد که جعفر آقا رو که خودت بهتر میشناسی چقدر دلگنده است. مریم خانومی. بله آقا جون. یه زنگ بزن ببین اینا چی شدن، اینجوری شبم نمیرسیم. چشم. مادر جون توپا من بیارم. بیار مادر جون. آقا جون جواب نمیدن، فکر کنم راه افتادن. عجب. آقا جون اومدن. خیلی خب پس بجون میدیدی. چه عجب. مادر یه دفعه ندوی تو کوچه. باشه. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. دیر کردین. سلام. 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 سلام علیکم. میخواستی حالا هم نه جعفر زور شد که. بابا تو که بهتر میدونی تو این خونه دیواری از دیوار من بدبخت کوتاه‌تر پیدا نمیشه. همه چی تقصیر منه. دیر بیایم تقصیر منه. لاستیک آقا پنچر بکنه تقصیر منه. اینا طول بدن دیر حاضر بشن بازم تقصیر منه. اگه این زبونم نداشتی تا حالا کلاغا خورده بودن. خیلی خب حالا شلوغش نکن را بیا پی. خیال میکنی دروغ میگم؟ رضا تو بهش بگو. باشه بعد بابا. آقا جون چیزی نداری میذارم صندوق. چرا گذاشتم تو حیاط الان میارم. نه نه خودم میارم میارم. سلام. سلام مریم خانم، خوبی شما؟ ممنون. ماما اینا کجا؟ بیرون وایسادن. پس چرا مادر انقدر دیر کردین؟ سلام طاهره خانم، مامانم اینا هستن بیرون وایسادن. نه که پنچر کردیم تو راه، بعد وایسادیم پنچری بگیریم واسه همینه که دیر شد. پس جمع کنیم بریم زودتر تا دیر نشده. چشم. زیرش داغ. اون دفعه دیدم حسابی شکم داده بود. حالا جونت شانس بردیم رو سر و کول کسی نریخته. بیلو کلن که برداشتی. آره فقط خدا کنه که امروز بتونیم تمامش کنیم. اگه تو عمله خوبی باشی من بنای فرضیم، یه دیواری واسه بچینم که کیف کنی. خیلی خب حالا تو بچین. سلام. سلام عروس گلم. سلام طاهره خانم. سلام علیکم. ببخشید شما پیش قدم زدید. بابا چه خبره؟ این همه سلام زیم به من خانم سیزدهم. سلام خانم. بفرمایید. اینا رو نگاه کنید. طرف خودم طرف خودم گردم. بیا برو. 18 بعدش اونجا بازی کن. بشه. آره. اینم چیزی جا نذاشتی؟ خیلی خب پس شما با ماشین بریم، من جعفر آقا موتور میاریم دیگه. مریم جون شما جلو بیم. ممنونم. بسیار عزیزم. بفرمایید. 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 خیلی خوب برو شما. رضا مامان تو تون نرو، بذار اونا برن. بابا با هم دیگه کوت نذاریم. مشمالر من که تون نمیدم. نه آقا رضا تون تر برو، ازشون جلو بزن. چون اینقدر محمود آقا تون میره. پیر شده اما هنوز از شر و شور نیفتاده. هرچی هم بهش میگم مگه به خرجش میره؟ میخوان زود برسیم، کارشون به جامعه دیگه نیفته. همین امروز میخوان هر جور شده دیوار باغچه رو درست کنن. همیشهش همین داره. شله شما هم به حق پنجتن یه ماشینی چیزی بخریم که دیگه محمود آقا رو از موتور سواری ترکش بدیم. هیچ چیز خوبی نیست این موتور.
خیلی خطرناکه. آخ آخ آخ، فهمیدی چی شد؟ ازم کشکو یادم رفت بیارم، گذاشته بودمش روی یخچال. اب نداره، من سرکه آوردم. آخه آقا رضا هاشو با کش دوست داره. ما سرکه هم خوشمزه است مادر. ناراحت نباش مادر، عوضش مریم جون وسط یک عالم پیازداغ درست کرده. بستش درد نکن. راست این دایی چرا نیومد؟ دادای صبحای جمعه نون صلواتی میپزه، نمیتونست بیا. آقا جون اینا چی شدن؟ من اون حلوات قرمالوات جعفر بیا، بچه ها اومدن. اومدن؟ کجا موندی پر؟ اقا موندی که آبا سبا بابا تفسیرم خیلی مخلصی بود. بابا تفسیر جعفر من داشتم آروم میمدم. مگه مادر این پشت خالی کنه بچه ها ببر اونو ماما. بده بیا بذارش هم اونجا، بذارش اونجا. محبا الان شغلا این آب حوض رو میکشیدی، الان جمعش میکنی. بیایی بذار اینجا، آقا جون دیوار کجا نیشون؟ محمود جارو کجا؟ همون گوشت، اونو همون گوشت. محبوبه، بیا بریم تاب ببندیم. باشه بریم. کی میخواد اینجا رو تمیز کنه؟ اومدیم تفریز رو بیاکام. خودش ریخته آقا جون. لابد دیوار گلی و قدیمی میریزه دیگه. بیا سر این رخت. آقا یه کمی گل درست کن. الان واسه درستش خود کنن اینهو فابریک. نه من خودم این کارو میکنم، تو برو آب برده بیار، برو دبه من بیام اونجا پیدا کن آب بیار. بچه ها یه خود سرشاخه جمع کنیم، خواهیم یه آتیش دب شاستون درست کنم. سبدی میبرو درست کنم. ببین که این سبده هست سایر جون. نه کنه یادم رفته باشه. نه شده که نرفت. جونه برا کشم اون ور دارم بازی میکنم. کجا ببندم؟ اونجا. اینجا؟ اونجا. آبم بیار اینا. خیلی میزونم رشته هاشم بیارم. من وایسم سر این یا برم دنبال کارهای دیگه؟ میزونم آب از کجا بیاری؟ مریم جون جعفر پاشو بیا دیگه، ما بچه شدیم. الان میام. رضا هم به کار افتاده ها. آره ماشاءالله. برو کنار پسر، برو که استاد اومد. پسر جون بده نیمه، بده بالا. نیمه بده. نیمه. بده بالا. بس مامان. من نمیدونم. از بابات بپرس. بس بیا. دیوار میچینم همچین و همچون به دنیمه ترازش میکنم تا دوباره نریزه باز نریزه. حالا ملات بده رضا جون که دیره. آشو هم بزنی تا ته نگیره. پچی شد جعفر آقا؟ بقیهشو گذاشتم واسه شب جمعه عروسی آقا رضا. این که دیدیم فقط یه چشمش بود. ماشاءالله خوب مجلس گرم کنه جعفر آقا ها. آره این چند وقته حسابی از این رو به اون رو شده. چطور؟ هر کی به عروسی بچه ها نزدیکتر میشیم سرحالتر میشه. الهی شد. ایشالله به پای هم پیر شم. ایشالله. مسالا پسره رو چنان زیر دستش کرده که وادارش کرده به عملگی. عملگی؟ مردتش باغ واسه تعمیر دیوارش.
تو آب کجا میدونی؟ میدونم. اونا آب بخورن خبرش به من میرسه. ما تو دیگه کی هستی؟ ولی خیالی نیست. هنوز وقت داریم. وقت چی؟ همین شب جمعه عروسیشونه. بابا تازه امروز جمعه است. اوه کل به شب جمعه؟ دندون رو چیگر بذار؟ انقدر دندون رو جگر گذاشتم که شده جگر زلیخا. یکی نیست بپرسه پسری احمق، آخه حیف دخترم بود نبود ولش کردی رفتی سراغ دختری که معلوم نیست مادرش کیه، پدرش کیه، اصل و نسبش چیه؟ براشون دارم کاری میکنم که ندونن کجا خوردم، آتیشی به زندگیشون بندازم که. بابا جون یه چای دیگر بزن. آره بریز دخترم. به 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 این میگن چایی هیزومی دفش دیشلمه، بخور هز کن. کلاس کور چاییه ها، اون وقت ببین آقا تو چی چایی درست کرده. خانم این چایی یه صفای دیگه ای داره، بریزم برات. بریز. من تو رو میشناسم، عروس خانم واسه هم بریزم. دستتون درد نکن. استکان بیا. نیفتی لیلا. یه کم نمک هست. نمک بهش بده. ببر بهش بده. شکر خدا. معلوم مادر زن خیلی دوست داره. واقعا خدا رحمتش کنه. سلام. عزم خانم یک کاسه از اون آشاد برید. خانم سلام. خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید آقا. سلام. البته آشنارای شما نمیشه. چرا خود سیر نریز براش. بدون سیر. دست شما درد. دست شما درد. واقعا دستون درد نکنه. شما ان شاء الله حال خوبه؟ چطوری بابا جان؟ آقای داماد قربونتون برم. خیلی ممنون. خدا حفظ کنه. عروسی سرپرایز ما هم دعوت کن. حتما بدون ما نباشه بابا جان. اگه میشه شما نباشید. آقای محمود آقا جونم حاجی من برای شما یک کیسه گردو از باغ خودمون گذاشتم. اصل ببرید. دست پنجه شما درد نکنه. شما همیشه ما رو شرمنده میکنید. ان شاء الله بتونیم از خجالتتون در بیاریم. کاری نکردم. اعظم خانم یه ملغه دیگه از اون شوساجی بدید. همین بس دیگه. جوابون خود باشه. نمیتونم بدم. حاجی بخور جوابش با من. لیز نمال. بیا. نه.
امروز توی خستت کردیم. خب این حرف خود چیه؟ تا باشه از این کارا نستی ما یه لخره اومدم. نمیم بریم تو؟ نه قربونه تو هم بیا آقای بتنه بردن هم بسنم بیا. محمود آقا محمود آقا نمیدونی ازم چقدر سنگین شده ماشاءالله. هزار ماشاءالله به جونش. تو رو خدا ببخشینا من نمیدونم پیاده شب محبوبه رو پام خوابیده شرمنده. اختیاری رو شما ببخشین به شما زحمت دید. فردت شب چه زحمتی قربونت برم. خدا بسلامت. اون گردو مادر جون مال شماست بذار بمونه. طاهر خانم ما گردو پرورده ایم. اختیار دارین قابل شما رو نداره. من ببرم. نه بابا خودم میبرم. نه بده من. میبرم. شما نگران باش مرمون خود مریم فردا صبح میام دم دانشکده دنبال تا باش. امروز به من که خیلی خوش گذشت. به منم هم همینطور. چیزی نیست دیگه ببرم؟ نه دیگه نه. بسته نماشی جعفر جون. قربونت برم. بسته درد نکن خیلی زحمت کشید. فردا میبینمت. خدا حافظم. خدا بسنم جون شبت بخیر. خدا آقا جون با اجازه. قربونت برم عزیز جون. خسته نباشی. خیلی زحمت کشید. با اجازه. قربونت برم. رضا بابا بیا دیگه دل بکن. چشم. بیا بریم آقا جون. اپا هو. داری میری تو دیوار حواست کجاست؟ مجنون لیلی ندیده جون بابا بذار حواسمون جمع باشه. هنگام رانندگی به مسیر خود توجه کنید نه به روبروی خود. دیگه چیز نمونده گوشات دراز بشه. فقط چند روز دیگر فرصت داری. پس این بچه چی شد؟ الان میام. لیلا بجام آقاد داره دیرش میشه. این خرت و پرت هایی تو اینو یک جمع جورش کن. به اونا چی کار داری؟ نور نداشتم واسه بذارم سر رات از دایی بگیر. باشه. لیلا محمود میدونی امروز چه روزیه؟ آره ده نمیدونی دیگه. رضا و مریم خوام برن جواب آزمایششونو بگیرن. آره بابت کارخونم خیلی دوراپ پس نباش. بلن که ریشی قشی دست اوناست. انگشت منم اون دلایی در. توکل کن به خدا. مگه غیر از توکل کاری دیگه هم میشه کرد؟ می‌ترسم تو این هیروی بذارم تو کاسه‌مون. بدش بم. بریم آقا جون. بیا ببینم آقا جون. ببینم اون گردن نازنین دخترم رو. خوب شد. فقط یک کوچولو درد میکنه. چیزی نمونده بود غزل خداحافظی رو بخونی ها. چی رو بخونم؟ هیچی آقا جون. قربونت برم. بریم دیر شد. بیبریم آقا شما. کار در با کما بریم. چشم الله. خدافیس آقا جون. سر راد میایی برگشتنی یه کمی میوه و شیرینی بگیر بیار. باشه. از امینا امشب میام اینجا. ما که دیروز صبح تا شب با هم بودیم. اگه حرفی باقی مونده بود همونجا یک کاسه میکردیم دیگه. آخه وسط باغ که نمیشه راجع به جهاز و جهاز کشی حرف زد. اونگهی با اون اتفاقی که افتاد دیگه برای کسی دل و دماغ نمونده بود. خیلی خوب چیز دیگه نمیخوای. به سلامت. آقا جون شما بذار سر. نه قربونت برم خودت بذار. بیا بالا بیا. یواش. ما رفتیم. خدا حافظ. به سلامت. یادت باشه به جعفر آقا سفارش کنم شبا یادش نره ها.
باشه. خدافظ مادر. خدافظ قربونت برم. زیاد برد و بوجه نکنی تو مدرسه. آره دستنهاد گذاشتم. یه کلمه کارم سر بیاد. خودت هم کلی کار داری، قرار مداراتو گذاشتی با آقا رضا. دانشگاه قراره بیاد دنبالم. خب برو به سلامت مادر. خدا به هم. خدا. خدا حافظ. سلام داری خیلی، صبح بخیر. آقابتت بخیر. جاتشون یه دونه. شما خوبی داری جبا؟ دیشب سه تا خشخاشی برات گذاشته بودم کنار، نیومدی؟ دادم به مشتری. راستش با جعفر و برای بچه‌هاش رفته بودیم دماون. دیوار باغچه گلش ریخته بود. تا راست ریسش کنیم برگردیم دیر شد. دست شما درد نکنه. سلام. شما چند تا می‌خواید؟ یه دونه. آره. امشب که سرافرازی می‌کنید جون. جعفر اینا میان. مجلس عروسی هم که همین شب جمعه است اینجا. بله، همین شب جمعه است. واسه خونچرد یه نونی بزنه که رو پارو نشه جنبش کرد. خدا سایه شما را از سر ما کم نکنید. شاید جون دست شما درد نکنید. سر شما درد نکنید. سلام برید. خدا بشم. میگم که داداش اگه آزمایشتون منفی باشه شی؟ نفوس رو بد نزن مادر جون. بیمام چرا بد منفی باشه؟ هرچی خانم ما که فامیل نیستیم که خونمون به هم نخوره. بعدش هم تو خانواده همون منگل پنگل نداریم، البته به غیر از شما. چه لوس. یا الان کار ریخته سرمون هاش، هنوز بیشتر وقت نداریم. ایشالله به موقعش همه کارا رو به راه میشه. حالا میبینی کار عروسی زمین نمیمونه. وای داداش، نمیدونی چه نقشایی واسه عقد و عروسی ریختم. فخری انقدر شلوغش نکن. بذار ببینیم سر صبحی چی داریم کوف میکنیم. نمی چی، اصلا من خواهر دومادم ها. ما کی قرار بریم حلقه هاشون بگیریم؟ خودشون میرن دیگه، موقع خریدش بودی که. بس نیست مادر. نه خیر، بس نیست. من باید باشون برم. به نخوار شوهر چه معنا داره؟ خوبه تو هم اصلا. مامان میگم این نسرین خانم لباسام حاضر نکرده باشه، حالا ببین چه بلایی سرش بیارم. حاضر میکنه ماما، حالا کو تا جمعه. حالا که هم زن روزو فردا میکنه. عوضش نمیگی چه دست و پنجه ای داره. والا اگه خیاطیش بالای شهر بود کلی خانم آلامود مشتریش بودن. اقبال نداره بیچاره. بیا ماما. ماما دیگه میخوام برم. کاری باری چیزی نداری؟ ماما تو که چیزی نخوردی؟ ضعف میکنی یا رضا؟ نه همه چی خوردم. خیلی به مریم تو سلام برسون. مادر امشب به بابا گفتی خونه محمود آقا اینا رو؟ بله مادر، چند بار میپرسی؟ تازه مگه قرار نیست بری کار کنه کارتای عروسی رو بدی؟ خب خودت همونجا یه بار دیگه بهشون بگو. باشه فعلا. به سلامت. خداحافظ. حالا کجا قرار گذاشتم؟ من میدونم، جلو دانشگاه. چرا قبل؟ مریم جون کلاس داشته. هر وقت اسم دانشگاه میاد جیگرم بر این بچه کباب میشه. با ماما شما هم که روزی 10 بار جیگرت کباب میشه. پشت اینقدر بلبل زبونی نکن ببینم. پشت سفره رو جمع کن. ای هرچی میگم جواب میده.
خسته نباشیم. موسی الفرض یه گلوی تازه کن. دست شما درد نکنه، مبارک باشی انشالله. سلامت باشی. دست شما درد نکنه. چه خوب شد. خیلی وقت اوسا منتظرتیم. کجا بودی؟ کیمیا شدی؟ یک اون پنبه مردم زدیم. پنبه خودم هم روزگار زده باد برد. حالا مردم دیگه کسی لافتوزی نمی کنه که. همه پنبه بازاری می خرن، لاف بازاری می خرن. دیگه نمیاد کسی ساتم بخره، پنبه بخره کنش لافتوزی. اما این کجا لافتوشک های ماشینی کجا؟ چه بلا مانع است که دوست خیلی ترسیدی؟ آره نه خیلی، هیچ هم نترسید. نه ترسیدی یعنی چی؟ یعنی که هرچی قسمت باشه همونه، با مزه. از مبارکه. لم داغیش دست درد نکن. نمیخوای بشمارشون کم و زیاد نباشه؟ بشین بینیم بابا. یعنی باز دادش قدرتت یه جورایی پرت کرده انگار. بی خیال، عیال گفت به سفارش کنم یادت نره امشب مهمون مایی. منم یادم بره رضا بد جوری یادم میندازه. چه شب جمعه ای بشه این شب جمعه. میگم محمود راستی راستی داری دومادار میشی یا تو هم داری عروسدار میشی این به اون در. سلام داشت. اینکه ما شما رو یه جای قضا قورتکی ببینیم، خونه زندگی که نداریم. میبینین که گرفتارن صبح تا شب مثل سگ پاسوخته. باید تمام شهر رو سگدو بزنم که برای کارخونه جنس شروع کنن. یه وقت نمیمونه که. جمعه ها چی؟ جمعه رو که ازت نگرفتن که. یه جمعه است و هزار جور کار. تا از خواب بیدار شی و بیدی همون خودت گربه شور کنی شده شب. این شب جمعه که دیگه یادت هست، عروسی رضا ساقموش. مبارک شون باشه. بگو بیان خالی کنم. این فامیل بعد از اینت بگو با ما راه بیاد. بایدم راه بیاد، پسرم داره دومادش میشه. باز از ما حساب ببره که میبره. جعفر آقا برو به کارت برس. بفرم. نگفتم. نمیخوای بگی خالیش کنم؟ رحیم، رحیم بلوستا بیا بینم. اون باره رو خالی کن دمه در. چشوستی اونو کجا میبری؟ بذار اینجا. دم در چرا؟ اگه نواز تحویل بگیرم. ای بابا من کلی کار دارم، باید برگردم شهر، ده جی دیم باید سر بزنم. زیاد طول نمیکشه.
گفتیم حالا که ناسلامتی داریم با هم دیگه فامیل میشیم یه ریزه اعتماد میکنی به ملاقات. چه دخلی به فامیلی داره آقا قدرت؟ این آکمند کارخونه نیست. حالا بیا درستش کن. باز شروع شد. من اینا رو تحویل نمیگیرم. باز چی؟ واسه اینکه نو نیستم. اکاعت کمپرسوره تعمیری دفعه پیش میشه باز. یعنی چی نو نیستم؟ اصلا ببینم تو چرا اینقدر جنسه رو میجوری هی بالا پایینشو میکنی؟ چون من جنسه رو این فاکتورش تحویل میگیرم. یعنی کاسه دختر از آش؟ یکی دیگه درخواستشو بینیسه، یکی دیگه پولشو میده. تو را سننه که مده به خشخاش میسدی؟ یه انباردار که بیشتر نیستی. جنس رو از من تحویل بگیر، بذار اونجا. جنس اینجا نمیمونه، میره تو کارخونه، میذارنش رو محصول، محصولا میره تو دکان خونه زندگی مردم. در ضمن یه دفعه دیگه جنس غیر آکمند و تقلبی و تعمیری بیا تو انبار من، یه راست میره رو میز رئیس کارخونه. حالی شد؟ همین. ببین قدرت، منو داخل کسافت کاری خودتون نکن. من اهلش نیستم. جنسی که من تحویل میگیرم باید آکپند و این فاکتورش باشه. اگه منظورت از همین همینه، آره همین. اوستا تمام شو همه رو خالی کردم. همه رو دوباره بار بزن. چی اوستا؟ گفتم دوباره بار بزن تو ماشین، جنس ها اشتباهی اومده. لا اله الا الله. امروز هم از کلاست افتادی یا؟ مهم نیست. چه درسی داشتی؟ روانشناسی رفتار. روانشناسی رفتار؟ درس جالبیه، 4 واحده. آدم میتونه از رفتار آدم و ذهنشون رو بخونه. نه بابا چیه؟ از کجا فهمید؟ به نظرم طرف روانشناسی رفتارش 20-20 بودا. نظرت این قشنگ‌تر نبود؟ من که فکر می‌کنم بهترینش رو انتخاب کردم. منظورت کارت عکسیه؟ هم کارتش هم خودش. سلام خان جون، اینم عروسی که گفته بودن. چطوره؟ میپسندیش؟ خدا بیامرز همیشه میگفت آرزو ندارم عروسی تو ببینم، یعنی عمرم قد نمیده، ولی عروس تو باید بیاری بهم نشون بدی. ما موردیم دیگه. خدا رحمتش کنه. وقتی به رحمت خدا رفت، تا 40مش بابام هر روز یه سر از کارخونه میومد اینجا. اگه به خوابش نیومده بود هنوزم نش ادامه میداد، ولکن نبود. چه خوابی دیده بود مگه؟ دیده بود که خانجون کنار حیاط نشسته داره قلیون میکشه، بعد برمیگرده به بابام میگه تو دیگه نمیخواد بیای بچم، من خودم میام. از اون روز دیگه بابام هر شب جمعه خودش حلوا درست میکنه، خیرات میکنه. بابام میگه
هر شب جمعه خانجون آفتاب غروب میاد لب هره خونه میشینه. آخه هنوزم که هنوزه وقتی حرف خانجون پیش میاد بابام بوق میکنه. یادم خیلی به هم وابسته بودن، نه؟ آره برعکسم و قدرتم، فقط عید به عید میومد خانجونو ببینه. بابام هم همیشه از این ماجرا عصبانی بود و خانجون بهش سفارش میکرد که نکنه یه دفعه تو روی داداشت برگردی. اصرار اصرار که باید حرمت داداشتو نگه داری. خدا بیامرزه. بریم. خانجونم میگفت بعضی اول عاشق میشن بعد ازدواج میکنن، بعضی هم اول ازدواج میکنن بعد عاشق زن و زندگیشون میشن. تو فکر میکنی کدوم بهتره؟ دومیش. تو چطور؟ منم مثل تو، امروز آوردمت اینجا که با هم یه قول و قراری ببندیم و پاش وایسی تا آخر عمرمون. چه قراری؟ که دعوامون خیلی طول نکشه. مگه قرار دعوامون بشه؟ خب آره دیگه، بابا مامان من یه عشق پینه بسته قدیمی به هم دارن، ولی یه وقتایی چنان به هم میپرن که فکر میکنی همین الان کارشون به طلاق و طلاق کشی میرسه. ولی آقا جونم و عزیزم اصلا با هم دعوا نمیکنن. ما هم نباید با هم دعوا کنیم. نمیشه که. چرا نمیشه؟ برای اینکه نمیدونی آشتی کنونه بعدش چه کیفی داره. ولی باید قول بهم بدی، بعد قول بدی قهر کردنمون بیشتر از 2 دقیقه طول نکشه. قبول؟ 2 دقیقه؟ بله دیگه. قبول؟ قبول. موضوع باشه اشتباه نشه. جاشوست. سلام عثمانمون. سلام داوود جون، خسته نباشی. شکریم. رسیدیم ترموستات بالاخره یا نه؟ نه، ولی میرسه. یه هفته است 30 تا یخچال معطل ترموستاته. رحیم. بله استاد. 8 تا از اون درایرها رو بیار اینجا. واسه امروز فردا ترموستاتم بیاد. داوود جون امضا کن. این هم امضا نکردی، چرا امضا؟ بفهم. اینم یه جفت هم دارد. دستت درد نکنه. با این طرف چی کار کردی؟ طرف کیه؟ قدرت دیگه. اون کار خودشو میکنه، ما کار خودمونو. از من نشنیده بگیر. چند پیش آمده و تو قسمت یه چیزهایی بلغور میکرد در مورد شما. باکت نباشه. ما حساب کتابمون پاکه. فهمت. اینم 8 درایر. از من میشنوی هوا خود داشته باش. بی خیال. یا علی. یا علی. Thank you.